با سلام به همیهنان عزیز و بینندگان گرامی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران، خوشبختانه فرصتی دست داد تا گفتگویی داشته باشیم با آقای ابراهیم مازندرانی، مسئول کمیسیون اصناف در شورای ملی مقاومت، که از دیرباز یار و یاور و همراه و پشتیبان مجاهدین بودند. در مورد مسائل روز، سوابق فعالیت‌های ایشون در شورای ملی مقاومت و همینطور در مبارزات مجاهدین از زمان شاه خائن تا کنون. آقای مازندرانی، خیلی خوش آمدین. تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتین برای انجام این گفتگو. منم از شما تشکر میکنم و سلام خدمت شما عرض میکنم. متشکرم. و سلام عرض میکنم به هممیهنان گرامی و سلام و هزاران درود به تظاهر کنندگان و مخصوصا اعتصاب غذا کنندگان در تمام نقاط دنیا، و سلام و هزاران درود به رزمندگان قهرمان و شیرزنان در زندان لیبرتی و مخصوصا اعتصاب کنندگان در اونجا. واقعا کلام قاصره که با چه عنوانی آدم از این قهرمانان یاد بکنه. دیگه قهرمانی و اینها دموده شده واقعا در رابطه با اینها، باید یه چیزهای دیگه ابداع کرد. و باز از شما تشکر میکنم که این امکان رو به من دادین که در خدمت شما با این اهالی لیبرتی، رزمندگان، سلام علیکی داشته باشم. خیلی خوش آمدین آقای مازندرانی. ما همیشه بسیار خوشحال و مفتخریم که شما دعوت ما رو میپذیرین و در گفتگوها شرکت میکنین. لطف دارین، من هر وقت هر امری باشه در خدمتتون حاضرم. بله، فکر میکنم که هموطنان آذربایجانیمون هم با دیدن شما خیلی خوشحال میشن. خواهش میکنم. منم که والا گفت هر لحظه بیاد آذربایجان و مخصوصا شهری که در اونجا متولد شدم، تبریز، تبریز قهرمان، بیاد اونها زندگی رو به سر میبرم. درود بر شما. آقای مازندرانی، بیش از دو ماهه که از حمله جنایتکارانه نیروهای مالکی به اشرف و شهادت اون 52 قهرمان میگذره و همینطور 7 مجاهدی که به گروگان گرفته شدن و از وضعیتشون تا کنون اطلاعی نیست، به نظر شما چه عواملی باعث شد که رژیم از طریق دست نشاندهش در عراق، یعنی مالکی و مزدورانش، دست به چنین کاری بزنه؟ والا اگر در نظرتون باشه، این اولین باری نیست که رژیم به همچو جنایتی دست میزنه. الان میشه گفت بیشتر از 30 ساله که هر وقت به یک نوعی، این برای آلترناتیو و مقاومت ایران، خواسته ضربه بزنه. بله، خب درسته که در مواقعی از نظر رژیم یه ضرباتی به قهرمانان و مبارزان زده، ولی باید توجه داشت که آیا در عرض این 30 سالی که 30 و چند سالی که از عمر رژیم گذشته، خب یه جنگیه، شوخی نیست. اگر یادمون باشه خمینی ملعون همون سالهای اول گفت که دشمن ما نه امریکاست، نه روسه، نه اسرائیل، نه فلان، دشمن ما همینجا توی تهرانه، زیر گوشمون، زیر گوشمونه، یعنی مقاومت ایران، یعنی مجاهدین خلق. چرا؟
این از اون اول میدونست که کسی که مقاومتی که بتونه این رژیم رو به زیر بکشه همه مجاهدینه. چرا؟ به خاطر این که این میدونست که ایدئولوژی مجاهدی، این که اینها میگن دموکراسی، واقعا به اینها ایمان دارن و واقعا این رو میخوام پیاده کنن. ولی آیا خمینی هم که میگفت آزادی یا میگفت اسلام، اسلام اسلامش واقعی بود؟ آزادی گفتنش واقعی بود؟ هنوز چند روزی نگذشته بود که اومد تو تهران گفت این دلیل نمیشه که من دیروز یه حرفی زدم امروز یه حرف دیگه نزنم، زیرا و همه چیز رو زد. چند سباهی نگذشته بود که ما دیدیم یا روسری یا توسری جلوی آزادی زنها رو میگیره، در صورتی که این در پاریس گفته بود که مهم نیست که لباس، مهم نیست کسی چادر سرش میکنه روسری میکنه یا هر طوری که دلش میخواد، ولی آخه این رژیم، این آخوندا تا اونجایی که ما میشناسیم زن ستیزن. اصلا آخون که نمیتونه با آزادی زندگی کنه. اگر یادتون باشه در همون سالهای اول شعاری که میداد این خمینی چی بود؟ میگفت قدس از طریق کربلا. باعث جنگ ضد میانی 8 ساله و اون همه خسارت، چقدر جوانها رو به کشتن داد، چقدر کلید بهشت رو برای این دانش آموزان گردنشون انداخت و فرستاد روی مینها کشته شدن، که همون کلید رو الان دست این حسن روحانیه و با همون. ببینید در مقابل این همونطوری که عرض کردم، خب مجاهدین بودن، مجاهدین چه کار کردن؟ 2-3 سال اول رو مجاهدین فقط گذاشتن برای افشاگری، برای فقط برای آگاهی مردم، که خمینی اصلا تاب نمی آورد. ببین روزی که خمینی وارد ایران شده بود آخوندا شایعه انداخته بودن که عکس خمینی تو ماهه. بله واقعا یک معجزه هست که در عرض 2-3 سال مجاهدین تونستن با تبلیغات، با افشاگری، اون خمینیه که عکسش تو ماه میدیدن اووردن پایین، کشیدن اووردن فرستادن تو چا، به خاطر افشای ماهیت ضد آزادی و ضد اسلام. واقعیت ها رو میگفتن مجاهدین. و ما میبینیم که این که در عرض این چند سال افشاگری میکردن چقدر از مجاهدین را چشمشون رو کور کردن، کشتن. بیش از 50 نفر آقای مازندرانی در همون شیعه‌ها و مجاهدینی که جرمشون فقط فروش نشریه و فعالیت‌های تبلیغاتی در خیابان‌ها و در شهرها بود. بله و بعد از مدتی ما می‌بینیم که اصلا این شعار مرگ بر بهشتی، مرگ بر خمینی تو ایران جاری شد. آخه این که عرض میکنم واقعا یک معجزه هست، بی دلیل نمیگم. اینها از نسل معاویه و یزید و شمر و امرعاص و اینان نمایندگی میکنن اونها رو، خط اونها رو، ایدئولوژی اونها رو، غارتگری اونها رو. و در مقابل اسلام بردبار و اسلام واقعی و اسلامی که از آزادی مردم دفاع میکنه، اسلامی که حسین ابن علی به خاطر غارت معاویه و یزید و شمر اونها قیام کرد
و خونشو با اون 72 نفر همراهانش تو کربلا زمین ریختن. و این مجاهدین میگن الگومون سید الشهدا است. و واقعا این رو در عرض این چند سال کوتاه به مردم نشون دادن. و از اون گذشته ما حالا میبینیم هرچه از اون دورم فاصله میگیریم این همه مجاهدین رو این کشت. 30 خرداد یادتون میاد؟ بله. چه کار کرد، چه ظلمی کرد، چه کشتاری کرد. بعد از 30 خرداد یادتون باشه میگفت که اصلا نمیخواد اینها را محاکمه کنیم، هر کسی که سر موضع باشه، هر کسی که بگه من مجاهدم و هر کسی که بگه من هوادار مجاهدم تا همون پیاده رو کنار خیابون میتونه اعدامش کنه. که کردن هم بارها. کردن. بله. این آزادی، این اسلام، این که میگه اسلام دروغ میگه، اسلام اسم خودشه. آزادی که میگه اصلا اینها با آزادی نمیتونن نفس بکشن، دروغ میگن. یعنی میفرمایید آقای مازندرانی به خاطر تضاد ماهوی و اختلافی که خمینی با مجاهدین از همون اول داشته، تمام این حملات، تمام این کشتارها از اونجا نشأت میگیره؟ از همونجا نشأت میگیره. منتها ببینین، گفتم هر چه فاصله میگیریم خمینی چی میشه، رژیم خمینی چی میشه، هی میره سقوط میکنه و در انظار مردم حیثیتش و آبروش و همه چیزش از دست میده، مشروعیتش از دست میده. در مقابل چی؟ مردم که بچه نیستن، میفهمن، میبینن اینها همش دروغه. میبینیم که این میگه که بابا نماز و روزه و اینها، خب میگه ماه رمضان پاسدارایی که برای کشتن جوانها میرن، اینها چون در تهران در شهرستان ها بیشتر از 4 فرسخ راه میرن برای کشتن این جوان ها، اصلا اینا میتونن روزه نگیرن. این چه جور مسلمانیه؟ فتوایی که همون سالهای 60 داد. اینا خب مردم میبینن. اینجا چی میشه؟ مجاهدین هی میان بالا و رژیم هی میره پایین. آقای منتظری بله گفته بود که به خمینی بابا اینهایی که این همه میکشی تو زندانها، مگر با کشتن اینها رو میتونه از بین ببری؟ اینها یه فکری هم، یک ایدئولوژیه. اینا که با کشتن نمیتونه از بین ببری. چقدر کشت؟ بیشتر از 120 هزار جوان را تو ایران کشت. بله. یعنی همین اعتراض آقای منتظری هم باعث شد که خلعش بکنه. از خلعش بکنه. ولی ببینین این همه ضربه زد، این همه کشت. الان اگر برگردیم نگاه کنیم در عرض این 30 سال مجاهدین کجان، رژیم کجاست؟ ببینین اصلا منی که از روزهای اول با مجاهدین بودم، باور کنین اصلا من بهتم میزنه الان اون مجاهدی اصلا یه کهکشانیه در دنیا. کدوم قاره دنیا را شما میتونین نشون بدین که اونجا مجاهدین نباشن؟ پس این که کشته، پس چجوری شده؟ اصلا مجاهدین تصاعدی دارن زیاد میشن، عالمگیر میشن. اون موقع مجاهدین یک گروه بودن، سازمان بودن. الان ما نگاه کنیم ببینین مقاومت ایران اصلا در دنیا یک وزنه ایه. ببینین مگر گفت آخوندا با همدستی استعمارگران یا چیزا مماشاتگرانی که با رژیم سازش میکنن، بله. سازش میکنن، اسم همه مجاهدین را تو لیست سیاه به اصطلاح خودشون
نذاشتن. آخه تو دنیا سابقه داره مجاهدین اروپا 28 کشور اروپایی رو کشیدن به دادگاه و محکومشون کردن و خودشون رو از لیست سیاه به اصطلاح اینها کشیدن بیرون و برای دنیا نشون دادن که مجاهدین پاک و پاکیزه و دموکرات هن، آزادی خواهن. اینها فقط در دنیا جنگشون با این رژیم ضد بشریه، جنایتکاره. تو امریکا که در تاریخ امریکا سابقه نداره، تو امریکا مجاهدین رفتن دادگاه خودشون را از لیست تروریستی آوردن بیرون. الان شما نگاه کنین، این رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت از هر چند گاهی توی پارلمان اروپا سخنرانی میکنه، تو پارلمان های کشورهای دیگه میره سخنرانی میکنه. شما نگاه کنین در این اخیر این سفر نور مالکی به امریکا، مقاومت ایران چی کار کرد؟ چه نقشی داشت؟ اصلا مسافرت این نور مالکی که دست نشانده جنایتکار رژیم آخوندیه رفت امریکا، مسافرت این رو گفت واقعا به کلی از بین برد، ناکام گذاشت. این برای چی رفته بود امریکا؟ دست خالی برگشت. ببینیم مجاهدین امروز توی منطقه در کشور ایران، عراق، سوریه، تمام کشورهای منطقه از لحاظ سیاسی تاثیرگذاره، ولی در مقابل ببینیم ایران کجاست. منظورم معذرت میخوام رژیم ایران، رژیم جنایتکار ایران الان کجاست؟ منزوی از تمام دنیا مگر یه چند تا کشوری که تو دنیا بدنامن از لحاظ دیکتاتوری، خفگان، این که برای مردمشون آزادی ندن، این که غارتگر باشن. ببینید کره شمالی تو دنیا منزویه، شوروی سابق که الان روسیه، وضعش از لحاظ آزادی و اینها خب در دنیا همه میدونن، چین همونطور، سوریه هم که یکی از استان ایرانه. خب غیر از اینها رژیم در تمام دنیا منزویه. آیا شما نگاه کنین این که الان گریبان رژیم رو گرفته و خفه میکنه و تناب دار رو به گردن رژیم جلادان انداخته، این چیه؟ مگر غیر از آلترناتیو مشروع رژیم جلاده یعنی مقاومت ایران به رهبری آقای مسعود رضوی و خانم مریم رضوی، مگر کدوم جریان، کدوم اپوزیسیون بود که این مسئله اتمی رژیم رو تو دنیا افشا کرد و الان یخش رو چسبیدن و نمیذارن تکون بخوره؟ رهبر مقاومت ایران گفت که مشروعیت ولایت فقیه شکست، طلسم ولایت شکست. ببینین الان خامنه‌ای در چه وضعیتیه، اصلا حرفشو کسی به حساب نمیاره. این از کجا ناشی میشه؟ به اصطلاح هموطنانمون کلاهش دیگه پشمی نمونده، کلاهش پشمی نمونده، در بیان باندهای خودشم های مازندرانی همینطوره. این از کجا ناشی میشه؟ کی این رژیم را به این روز انداخته؟ ببینید از لحاظ اقتصادی که رژیم ورشکسته است، به کل اقتصادش فلج، نفتی که
آخه شوخی نیست. احمدی نژاد 8 سال رئیس جمهور این کشور به اصطلاح ایران بود. آخه 800 میلیارد دلار نفت فروختن. پس این کجا رفت؟ آخه داد و فریاد الان، داد فریاد این آخوندها به آسمان میره که این تحریم های غیر قانونی، تحریم هایی که به ناحق گذاشتن، مردم ما را فلج کرده. آخه مردم شما 30 سال این روال فلج شدن را دارن ادامه میدن. مگر این 800 میلیونی که فروختن، گفت برای این مردم چیکار کردن؟ 800 میلیارد دلار، بله. آخه شوخی نیست. الان نمیتونن بفروشن، الان جلوشونو گرفتن، الان نمیذارن که دلارها برگرده تو جیب خامنه ای و نمیدونم اعیاد چیزش دوربریاش. قبلا که اینطوری نبود. یعنی بفرمایید آقای مازندرانی، به خاطر این ضعف و تزلزل به ویژه در مقابل مقاومتی که چنین داره سرنگونش میکنه، این الان مجبور خودشو با آب آتش بزنه، چاره ای نداره. میبینیم که میاد در این بهبوهه که یخشو تسبیدن، خب باید اینجا چیکار بکنه؟ زهر، جام زهر رو بنوشه. کین جام زهر رو تو گلوی این علی خامنه ای میرزه، همه مقاومت. خب در مقابلش چاره ای نداره، مجبوره که بیاد. کسایی را که تو اشرف حتی یه چاقو دستشون نیست، اینها رو با این وضع کشتار بکنه و بیاد دستبند بزنه و اینها رو گفت گلوله در مغزشون بزنه. ولی هیهات، اینها یه ذره ببینین از خودشون ضعف نشون دادن، تا آخر لحظه وایستادن دروشون. این ببینین این خونها چه تکونی داده تو داخل ایران و تو خارج ایران، رژیم رو به لرزه در آورده. در چه که این میخواست سلامی اومد، دیدین که چه کارایی میکرد، چی میگفت. این عملیات بالاتر از به اصطلاح خودشون عملیات مرساده، منظورشون عملیات فروغ جاویدان. این برای ما چیز راهبردی داره در منطقه. چی بود؟ مگه چی کار کردن؟ 52 نفر کسی که دستشون نه اسلحه هست نه فلانه رفتن کشتن. ولی اونها چه واقعا دلاوری، قهرمانی از خودشون نشون دادن. ولی میفهمه که این خونها ریشه خودشو میزنه و در مقابل اون مجبوره. ما میبینیم هر روز به نحوی توطئه میچینه. این اصل مسئله ای که رژیم الان دست به توطئه از هر لحاظ میزنه برای این مقاومت، که بلکه به این یه ضربه بزنه، در صورت که در عرض این 30 سال اندی هیچ غلطی نتونسته بکنه. و همونطوری که عرض کردم، مقاومت روز به روز شکوفاتر، دلیرانتر داره به پیش میتازه و رژیم را به جایی رسونده که روزهای سرنگونی شه. بله، بسیار ممنونم آقای مازندرانی از توضیحاتتون. ما در این مدت شاهد یک کارزار جهانی و گسترده هستیم در محکومیت این حمله جنایتکارانه و جنایاتی که رژیم و عوامل مزدورانش در اشرف انجام دادن. ارزیابی شما از این فعالیت‌ها و این پایداری و این همبستگی ملی چی هست؟ والا همونطوری که عرض کردم، ببینین مردم دیگه الان یا تو داخل باشه یا تو خارج یا حتی تو کشورهای خارجی، به وسیله همه مقاومت ایران رژیم را خوب شناختن. حتی ببینین در مذاکرات اتمی ما شاهدیم که
خود کشورهای خارجی که به اسلام میگن 5+1 میان نمایندهشون میگه که ما به این رژیم اصلا اعتماد نمی کنیم، رژیم کارش دروغه، دروغ گفتنه، حیله است. همونطور که عرض کردم اینها رو کی به اینجا رسونده؟ و یا این که میاد میکشه، توطئه میچینه. ببینید در مقابل این قهرمانی هایی که اینها میکنن، یا ببینید الان مبارزه ما درسته که خب مقاومت ایران سلاح که نداره، ولی در دنیا الان در سطح جهانی مبارزه سیاسی میکنه و با این مبارزه سیاسی ریشه این رژیم رو داره میکنه و این رو تمام دنیا میدونن و میدونن که این آلترناتیو، این مقاومت ایران کوچکترین عقبگردی نمیکنه و هر روز رو به جلو در قدم بر میداره. و از همه مهمتر اینهایی که گفتن هدف ما سرنگونی رژیمه، استراتژی که از اول اینها تعیین کردن تا امروز کوچکترین خللی درش به وجود نیومده. تا امروز این مقاومت هر چی گفته همون رو عمل کرده و رهبری مقاومت، ببینین تا امروز این مقاومت را به چه وضعی، با چه واقعا مثل این که یک نگین گرانبها رو از آسیب هایی که این رژیم میخواست بهش بزنه، همیشه پیچ و خم هایی که بوده از همه اینها گذرونده، اوورده به جایی رسونده که الان میبینیم در بالاترین نقطه مقاومت از لحاظ جهانی قرار گرفته. به خاطر این همه هموطنان، حتی هوادارهای خارجی، حتی پارلمانترهای خارجی میبینن این مشروع دموکرات آزادی خواهه و اون رژیم هم میبینن. به خاطر این همه بسیج شدن در حمایت از این مقاومت. من اینطوری نظرم. بسیار ممنونم آیه مازندرانی. اشاره کردیم به تأثیرات شهادت مجاهدان قهرمان در اشرف در داخل کشور، اطلاعات مشخصی در این رابطه داریم؟ والا ببینین اطلاعاتی که البته شما بهتر از من میدونین که تو داخل کشور رژیم اون خفقانی که با وجود آورده کسی امکانشو نداره که بگه حتی من هوادار مجاهدینم. من از چند نفر شنیدم اینو میگم فردا نیسته طرف. با همه این فشار شما ببینین در زندان زندانیای سیاسی از این قتل عام در اشرف اومدن از این قهرمانان حمایت کردن و حتی این 14 نفری که اخیراً رژیم اعدام کرد اینها زندانی سیاسی بودن. اینا چه ربطی دارن در سیستان و بلوچستان؟ اون جریانی که پیش اومده در سرابان اومد اینها را از زندان برد، اینها را اعدام کرد. 9 نفرشون از کسانی بودن که همین محکوم کرده بودن این جنایت. 9 نفرشون از اونهایی بود که از همین اشرفی ها حمایت کردن و اعتراض خودشون رو در کشتار اینها اعلام کردن. گذشته از اون کلی من هوادار اینها میشناسم که از طریق همین سیمای آزادی، از طریق پیام هایی که میدن، در رأسشون ببینین آقای ملکی رئیس دانشگاه، اولین رئیس دانشگاه ایران،
چقدر از اینها حمایت کرد و یک بیانیه عالی داده بود در رابطه با اینها. خیلی ها در داخل کشور در این حالی که تو زندانن یا اگر زندانم نباشم میدونن که این حمایت ها گفت نتیجش چیه، زندان و آوارگی، ولی حمایت کردن. و به عقیده من این حالا یک کمی صبر کنیم، نتیجه این خونها تو داخل آشکار خواهد شد، نتیجه این خونها باعث میشه روب و وحشتی که الان این جوانها از کشته شدن دارن، این روب و وحشت از بین میره. در مقابل این رژیم تا پای جان وای میستن. بذارین چند سباهی بگذره، ما شاهدش خواهیم بود.